درود بیکران به علاقمندان ورزش، به خصوص دوستان فوتبال. از برنامه سود پلاس خدمتتون هستم با افتخار. دوشنبه شب دیدار حساس، هیجان انگیز و فوق العاده زیبای پرسپولیس و النصر عربستان در ورزشگاه ریاض برگزار شد. همه چیز این مسابقه داشت الا گل. میتونم بگم پرسپولیس سوار کار بود، یعنی به قول فوتبالیا توپ و میدون در اختیار داشت و تنها چیزی که پرسپولیس نداشت و این تساوی حسرت برای هواداران پرسپولیس به جا گذاشت، نبود یه مهاجم گلزن، یه فورواردی که گرسنه باشه و بتونه موقعیت‌ها رو تبدیل به گل بکنه. واقعا اگه امشب پرسپولیس یه مهاجم گلزن توی ترکیب خودش داشت، بدون تردید النصر عربستان با همه ستاره‌های ریز و درستش با دست خالی میرفت بیرون و نمیتونست همون یه امتیاز هم بگیره. از درون دروازه النصر تا فورواردش که کریس رونالدو و کاپیتانش بود، میتونم بگم امشب به واقع هیچ حرفی واسه گفتن نداشتن. از مارسل بروزویچ، لاپورت، اوتاویو، سادیو مانه که اصلا تو زمین نبود، یعنی دوتا توپ هم به پاش نخورد. غمگین ترین و میتونم بگم تأسف بارترین تساوی لیگ قهرمانان در طول تاریخ پرسپولیس رقم خورد و این اگر امشب بازی رو میبرد میتونست حتی کار رو به روز آخر به جای برسونه که شاید النصر عربستان هم صدرنشین نشه، اما این توقف و این تساوی باعث شد که پرسپولیس جزو تیم‌های برتر دوم شاید نباشه، چون حتما مستحضر هستید که از ده گروه ده تیم اول و از هر منطقه غرب و شرق سه تیم خوب دوم میرن بالا. الان جایی که پرسپولیس 8 امتیاز عقب‌تر از نصف قرشی، نوفباخور ازبکستان، سپاهان اصفهان و نصف قرشی ازبکستان و نوفباخور شرایط بهتری دارن، سپاهان هم به همین ترتیب و پرسپولیس روز آخر با الدحیل قطر در تهران بازی داره. همه چیز به اگر و اما رسیده و در نهایت شبی که پرسپولیس همه چیز رو در اختیار داشت، توپ و میدان رو در اختیار داشت، فرصت‌های عدیده‌ای داشت و واقعا بعد به آقای درویش، خب آقای درویش اگر پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا حذف بشه که احتمالش زیاده با اون شرایطی من گفتم و در لیگ نتونه قهرمان بشه، متهم و مسبب شماره یکی شما هستی، به خاطری که با بی‌لیاقتی تمام، اینو من دارم تأکید میکنم، با بی‌لیاقتی تمام یه مهاجم گلزن برای پرسپولیس نگرفتی، چیزی که الان فریاد داره میزنه پرسپولیس. این همه شانس فرصت گلزنی ایجاد میکنه اما فوروارد گلزنی نیست، یعنی شهاب زاهدی بازیکنی به نظر من نیست که بتونه نیازهای پرسپولیس رو تامین کنه، یا همچین نبیل باهویی. نبیل باهویی من نمیدونم اصلا فوتبالیست بوده نبوده، اما حیف، واقعا حسرتی که امشب هواداران پرسپولیس داشتن بعد از این تساوی و این توقف، که تا کسی فکر میکرد که اون تیمی در تهران پرسپولیس رو میگم باخت به النصر عربستان بره و در ریاض الهلال رو واقعا در زمین خودش محبوس بکنه، یعنی یه گلم زد که داور آفساید گرفت و حفظ شد پرسپولیس نتونست ببره. اگر مهاجم داشت فرصت ها رو هدر می دادن و خوب بازی نمی کردن، می گفتن آقا کادر فنی و بچه های پرسپولیس مشکل داشتن، اما نبود یه فوروارد با حضور یه مدیر بی‌لیاقت مثل رضا درویش کاری کرد که امشب هواداران پرسپولیس حسرت بخورن. امیدوارم که امثال رضا درویش هرچه سریعتر صحنه فوتبال ایران رو ترک بکنن، چون با بودن این مدیران فقط و فقط فوتبال ایران داره تحقیر میشه. کاش میشد از خارج از ایران مدیر وارد کرد، یعنی انقدی که بازیکن از داره خارج از ایران میاد، بازیکن به عنوان بازیکن خارجی اگه مدیر میومد، من مطمئن بودم شرایط فوتبال ایران خیلی بهتر از اینا میشه. امیدوارم که حالا قضا و قدر، اتفاقات فوتبالی دست به دست هم بده تا پرسپولیس بتونه در بازی آخر
هم ببره پرگل از دوحیل قطر، چون اون تیم حذف شده و هم بازی رقباش در روز آخر شرایطی اتفاق بیفته که نتونن صعود بکنن. اما هر چیزی که بود، حالا ورای داستانه که من بهتون گفتم و حقایق مسابقه، پرسپولیس نشون داد واقعا میتونه توی بین این همه تیم های قلدر، پولدار، سرمایه دار و پرمهره حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه. اینو در زمین نشون دادن. دمشون گرم، دم مردم ایران گرم. شب و روزتون خوش. خدا یار و نگهدارتون.